هم دیگه نامه افسسیان 3:7-21 رو از شریف لطفاً بخونید. سپاسگزارم. آیا همه بروشور داریم؟ بله؟ اگر کسی بروشور دست بده. صدا نمیاد. این صدا رو بیشتر کنید. شد تا بتوانم بشارت ثروت بیقیاس مسیح به ملل غیر یهود برسانم. همون گونه که از کم حالا پولس رسول هم داره مثل من که شما رو تشویق میکنم، اون هم داره کلیسا رو تشویق میکنه که همون روح القدسی که من دارم، مسیح که من دارم، من برای شماها دعا کردم، شما هم دارید، چرا ازش استفاده نمی کنی؟ همون گونه که گفتم ما که جایی نایستادیم همش بگیم به من نگاه کن، به من نگاه کن. شاید بعضی از کلیساها این گونه هستن، ما این گونه نیستیم. تعلیم ما در طول این 10 سال این گونه نبوده. فرصت دادیم به عزیزان، فرصت بدیم خدمت کنن، تعلیم ببینن خدمت کنن، مانع نشدیم. مادری با پسر کوچیکش داشت صحبت میکرد، به پسر میپرید تو صحبتهای مادرش. آخر سر مادر گفت بس دیگه، همش میپرید تو حرفام، بذار حرفامو بزنم. اونم میگه مامان اگه من بخوام بذارم تو حرفتو بزنی که من میخوابم، خوابم میگیره دیگه. ما که این گونه عمل نکردیم شماها بخوابید. ما شما خواستیم که عطایایی که خدا بهتون داده ازش استفاده کنید، مشغول خدمت بشید. بله. و به همه نشان دهم که چگونه نقشه خدا به مورد اجرا گذارده میشود. خدا که آفریننده همه چیز است، این راز خود را طی زمانهای گذشته پوشیده نگاه داشت، تا اینکه در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم آسمانی بشناساند. پس پولس رسول داره سعی می‌کنه کلیسا رو بلند کنه روی یک اقتدار درست، که همه با قوت مسیح زندگی کنن، زندگی سالمی رو داشته باشن. اما این هشداری هم داره میده، مواظب باشید جلوتر از پولس ندوید، جلوتر از مسیح ندوید. اگر بلند شدید قدر کلیسا، قدر خادمی رو داشته باشید. غلاطیان 6:6 میگه نسبت به خادم خودت، معلم خودت شکرگزار باش، ازش تشکر. نگو من دیگه بالاتر از اون شدم، تموم شد دیگه، من رفتم. ما از این تجربیات همه کلیسا ما هم داشتیم، هنوز زیاد بلندش نکردن، رفت و من کشیش شدم. خدا رو شکر انتخاب بدی نکرده. اما وقتی درسش رو خوب نخونده آسیب خواهد خورد. شخصی میره پیش قاضی و میگه میخوام زنم رو طلاق بدم. قاضی میره با زنش صحبت میکنه، بعد میاد میگه این زن تو که خیلی زن خوبی هست، خیلی با محبته، چقدر به هم میای، خب برای چی میخوای؟ یاره قاضی بخوانم همینطوره، زن من خیلی زن خوبیه، موقعی که با من ازدواج کرد من معتاد بودم، به من خیلی کمک کرد، برد من رو پیش دکتر بیمارستان تو این کمپ ها و من رو شفا داد، اینقدر من رو تشویق کرد تا من رفتم دوباره ادامه تحصیل دادم، دانشگاه رفتم و الان مدیر یک بانک هستم. به من کمک کرد، من یه تصدایی دارم، به من کمک کرد، برای من معلم گرفت، الان من هم گیتار میزنم هم میخونم و میتونم توی مهمونی ها بخونم. راستش قبلا اینجایی نبودم، خیلی چاق بودم، منو میبرد با خودش جیم، برای یه تیپ خوبی هم پیدا کنم. قاضی عصبانی میشه میگه بس برای چی میخوای طلاق بدی؟ میگه هرچی فکر میکنم اینم اون شایستگی منو نداره. این گونه نباشه. شبان کلیسا، معلمین کلیسا تعلیم میده، بعد طرف میگه آه این کلیسا دیگه نه دیگه، این کلیسا شایستگی من نداره. من و ایرانی ها نه نه، با ایرانی ها اصلا نمیشه خدمت کرد. من با ایرانی ها. من رفتم کلیسا آمریکایی. بله این چیزا رو دیدیم و به وضوح میگن خدا به ما گفت. خدا یادش رفت طرف آمریکایی به دنیا بیاره، ایرانی به دنیا آورده، میگه برو برو آمریکایی. حتما چنین چیزایی ما داریم که خداوند ما رو انتخاب میکنه برای قوم‌های دیگه. اما امروز ملت ما مقدمه هستن، اولین هستن، اولویت هستن که دستاشون رو بگیریم. بله بفهمید. این نقشه طبق آن هدف ازلی
از شما تقاضا می کنم از رنج هایی که به خاطر شما می کشم مایوس نباشید، زیرا اینها باید مایه افتخار شما باشد. بنابراین من در برابر پدری زانو می زنم که هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است. آمین. همه خانواده همه رو داره میگه. کلوس رسول این امید رو داره میده به کلیسا که شما بلند شید، فقط پولس نباشه کنار رسول، باید کسای دیگه هم باشن، کنار برادر روبن هم همچنین. چرا باید فقط 4-5 نفر توی کلیسای پارسوان خدمت کنن؟ تازه ببخشید و بر نپاره به کسی، اونم معلومی چجوری دارم خدمت اولویت خدمت هست یا نه. چرا؟ ایرانی ها نیاز دارن. ولی من خوب میدونم، پولس هم خوب میدونسته، در جمع ما شاید چند نفرم خوب بدونن، نمیدونم. اگر از روح القدس پر بشیم قرار نیست که واعظ اینقدر بگه، خود روح القدس به ما میگه نسبت به خدمت ما که چگونه عمل کنیم. و چون خدا گفت شد، از این رو تشویقتون میکنم عزیزان، همون گونه که مصمم هستید لطف میکنید میایید کلیسا با هم باشیم، ده یک میدید، محبت دارید، از روح القدس پر شد تا بذار خدا بهت بگه، قبل از این که یکی دیگه بهت بگه تو رو سرد و ناامید بکنه نسبت به خدمت، نسبت به رویا. شخصی میره وارد یک فروشگاه پرنده فروشی میشه، میگه من یه توتی میخوام که صحبت کنه. اونم بهش توتی میده برای صحبت کردن، بعد میبردش. فرداش میاد میگه این توتی اصلا صحبت نمیکنه. میگه ببینم آینم براش خریدی؟ میگه نه راستیتش آینه. میگه اینا خیلی دوست دارن خودشونو میبینن، انگار تو جنگل دارن توتیای دیگر رو میبینن، برای همین حرف میزنن. یه آینه میخره. دوباره فردا شب میره میگه بازم صحبت نکنم. میگه ببینم از این تابا براش خریدی؟ اینا وقتی تاب بازی میکنن فکر میکنن توی جنگل هستن، حالا خیلی خوشم میاد میخونن صحبت میکنه تابم. دوباره فردا پس فردا شب دیگهش میاد میگه که چی شد بازم صحبت نکرد؟ میگه نه هنوز صحبت نمیکنه. میگه از تنابا داره، این تنابا که میره بالا فکر کنه روی درختای مثلا هندوستانه، این اونجا دیگه خوشحال میشه حرف میزنه. دوباره فردا شبش میاد میگه ببینم هنوز صحبت نکرد؟ میگه نه مرد. یعنی بدون اینکه حرف بزنه گفت آره یه جمله گفت. گفت چی گفت؟ گفت تو این فروشگاه پرنده فروشی خوراک پیدا نمیشد برای من بگیری؟ خوراک اصل ما روح القدسه. اگر ما در کلیسای مسیح پوری روح القدس رو تعلیم ندیم، تمام دانش ما بیهوده است. فقط یاد میگیریم، یک گفتار درمانی بیش نخواهد بود. پس از روح القدس پر شو تا آنگونه که مسیح میخواد عمل کنی. آمین. بله بفهم. و دعا میکنم که از گنجهای جلال خدا که از گنجهای جلال خود به شما ببخشد تا به وسیله روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید و خدا عطا فرماید که مسیح از راه ایمان شما در قلب‌هایتان ساکن شود. و دعا می کنم که شما در محبت ریشه دوانیده و بر پایه محبت بنا شوید. سپاسگزارم. گاهی هست ما میایم میگیم بعد از بیا چی بگیم یه نبوت بکن. حالا خدا خود با تو صحبت کنه. خودش با تو صحبت کنه. چرا بهش وقت ندادی؟ بهش وقت نمیدی؟ میخوای از رسول بشنوی؟ حتما خدا به توسط بعد رسول با تو صحبت میکنه، اما تو فرزند خدا هستی، پس با اون صحبت خدا باید مستقیم صحبت کنه. چرا؟ چون همین رسول یه روز دل تو رو میشکنه، یه اتفاقی میفته و تو فکر میکنی که حالا که رسول شکونده انگار مسیح شکونده، انگار اون این بلا رو آورد سرم، یا به هر دلیلی دست رسول ناراحت میشی، دل شکسته میشی. ولی وقتی صدای خدا رو میشنوی، حتی اگر اشتباه میکنی، گناهی میکنی، خدا بازم تو رو میبخشه، خدا بازم تو رو دوست داره. ولی انسان این گونه نیستش. نمیگم برای هم دعا نکنیم، نمیگم از مسیح هم دیگه برکت نگیریم، اما خواهش میکنم اولویت صدا رو صدای خدا بدون در حضور خداوند. شاعری میگه این نمکدان خدا جنس عجیبی دارد، این نمکدان خدا جنس عجیبی دارد، هر چقدر میشکنیم باز نمک ها دارد. نمکدون رسول نیست، نمکدون جاودان است، همیشه دهنت رو پر از مزه خوب میکنه. بله. تا با همه مقدسین قدرت داشته باشی به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح پی ببری و آن محبت رو دریابی. آمین.
اگرچه بالاتر از فهم بشر است، تا از پوری کامل خدا کاملا پر شوی. جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیله آن قدرتی که در ما کار می کند خیلی بیشتر از آن چه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند. این قدرت باعث ترس نمی شه، باعث نگرانی نمی شه، مشکل تو زندگیت میاد. اگر می ترسی عذر می خواهم، از قدرت روح القدس کمک نگرفتی، از فرمول رو زمین، از منطق روی زمین داری کمک میگیری. اگر توجه کنید روی بروشوراتون، روی جلد بروشوراتون توجه کنید، هم انگلیسی هم فارسی نوشته شده. دو تا آیه است، البته من میخونم، ولی یه آیهش اونجا هست، میگه لحاظا به یاد تو میآورم که آن عطای خدا را که به وسیله گذاشتن دستهای من بر تو، پولس داره میگه، بر افزودی، زیرا خدا روح جبننی ترس را به ما نداده، بلکه روح قوت و محبت و تأدیب رو به ما داده، نه روح ترس رو. چرا اجازه میدی ترس در قلمروی زندگیت قرار بگیره که تو رو از مشکلات بترسونه، از جدایی ها بترسونه، از کمپولی بترسونه، از مریضیت تو رو بترسونه؟ لطفاً این یه دست بزنید برای مازیار عزیزم، کاترین عزیزم، که لطف میکنن این آیات رو آماده میکنن، ما میدیم به پرویز جان، روی بروشور میذارن. و چقدر این آیه مناسب بود برای امروز، اینو لطفاً حفظش کنید. بله، بر اون اصلاً بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد. آمین.